من حتی میتونم اینو بگم که خانم هیلری کلینتون خودش نو محافظه‌کار نیست، ولی با نو محافظه‌کاران هم عهد شده. بله. مثل این که با اونها اتفاق نظر داره. بله. حالا اگر شاید هم داشته بیشتر که مثل مرعوب شده، ولی با اونها بیشتر همکاری میکنه، با نظرات اونها بیشتر موافقه. مسائل مختلف هم کاملا روشنه. بله. مثلا شما فکر کنید که وزارت امور دفاعی آمریکا یا امور جنگی آمریکا، مثلا آقای لیون پنتا، ایشون حتی معتقده که باید با در عراق در ارتباط با کمپ اشرف ملاحظه بکنیم و مجاهدین رو از اونجا که بیرون میکنیم باید به کشورهایی بفرستیم که اینها یا مدتی در داخل خود عراق در اون پایگاه آمریکایی بمونن تا به کشورهای دیگه بتونن مهاجرت بکنن. در صورتی که خانم هیلری کلینتون میگه نه، اینا سازمانهای تروریستی هستن و ما نباید به اینا کمک بکنیم. یعنی این اختلاف حتی در مورد مسائل کوچکتر از حمله نظامی آمریکا به ایران بینشون مطرحه. اینی که این دوتا زنا در وزارت دفاع آمریکا و در وزارت امور خارجه آمریکا با این شعاب رو عروج شدن، البته کاخ سفید هم دست همون خط برژینسکی انترناسیونال لیبراله. بله. اینها هنوز به اسما نرسیدن در مورد حمله نظامی به ایران که به مردم آمریکا چی بگن. ببین 9 سال قبل 10 سال قبل به مردم آمریکا گفتن که آقای صدام حسین با القاعده وحدت کرده. بله. یا آقای صدام حسین دارای تسلیحات اتمی کشتار دست جمعی است. اینا هم به اجماع رسیدن که این دوتا شعار رو بدن و هم حمله بکنن، یا روی حمله اتفاق نظر داشتن که به اجماع رسیده بودن، و اینکه به مردم چه بگن روی اون هم به اجماع رسیده بودن. امروز جاپارسا بناب در مورد ایران سرگه نمی کنه. جاپارسا بناب در مورد ایران خیلی تبلیغ کردن و شبانه روز چند ساله، بعضی موقع کمتره بعضی موقع بیشتر، مشغول تبلیغ علیه ایران هستن و خیلی دروغ های روشن و وضوح هم دارن میگن. ما شاهد خیلی مسائل بودیم، همین بحث ترور سفیر عربستان بوده، بحث بمبگذاریست، بحث‌های بسیار مختلف، و این شعاری که در این اواخر داده میشه که حمله به ایران خطرناکه ولی ایران اتمی از اون خطرناک‌تره. منتها بله کاملا اینا رو هم میگن. بله ولی در مورد تجاوز به ایران، اگر اینکه تا امروز نتونستن به اجماع برسن، یکی از بزرگترین عللش ناتوانی و ناکارایی ایناست در ساختن اون اپوزیسیون دلخواهشون که همه روزه در این رسانه‌های چه بی بی سی چه صدای آمریکا و چه به سبک لس آنجلسی صبح تا شب دارن هی تولید میکنن، سکولارای سبز، قهوه‌ای، زرد، طالبان پهلوی، بعد تجزیه طلبا، جنگ طلبان و گروه‌های داخل ایران میفرستن. اینا همه اینا رو کردن ولی هنوز نتونستن اون اپوزیسیون دلخواهشون رو به وجود بیارن. اون یا این ناتوانایی و ناکارایی رو نشون دادن. بله کاملا. یعنی شما اشاره کردید که بهترین مطلبی که منم میخواستم بعدن اشاره و علت اصلیش هم حضور نیروهای ملی، یعنی یا چپ به معنی درستش واقعی بوده. بله اجازه رو نداده. و بعدم این که اینا هنوز هم خیلی مترسد هستن ولی یک وحشت دارن که اگر تو این وسط نیروهای چپ واقعی ملی اینا روش کنن چیکار کنن، به این جهتی که یا مجبورن با اونا یه جوری مماشات کنن یا اپوزیسیونشون بسازن. بله منم کاملا با این تحلیل تقریبا میتونم بگم 100% موافقم، به خاطر اینکه هر چقدرم میخونم میبینم که ببینید وقتی که اینا 10 سال قبل گفتن که ما باید حمله بکنیم به عراق، دولت عراق صدام حسین که دیکتاتوره، دموکراسی سرش نمیشه، ضد دموکراته، ایشون و دیکتاتوره، نظامی اینها دارای تسلیحات اتمی کشتار دست زمین. بله بله. و هم مردم آمریکا تا اندازه زیادی اینو قبول کردن.
و هم داخل عراق مردم قبول کردن. بله. ببینید در مورد ایران تفاوتش چقدره. در اینجا در مورد در ایران مردم از دست جمهوری اسلامی به تنگ آمدن. درسته؟ بله. کاملا به تنگ آمدن. یعنی خواهان کوچکترین حمایت از جمهوری اسلامی نیستن. جناهای حتی مختلفش قبول ندارن دیگه. ولی معتقدن که کشور ایران به عنوان یک ملت دولت حق داره که دارای انرژی اتمی باشه. این در مورد مردم عراق و اون زمان صدق نمی کرد. این در مورد جوانان آمریکا هم صدق نمی کرد. من در تظاهرات ضد جنگ جوانان آمریکا شرکت می کردم در مورد عراق، که اینها جوانانی بودن که 100% مخالف حمله آمریکا به عراق بودن. بله. ولی وقتی که به اینا می گفتم که خب اون جریان کشتار دست جمعی رو چی میگید، اینا می گفتن این برای ما مهم نیست، مهم اینه که ما مخالف جنگیم. یعنی می گفتن اگر حتی صدام حسین اونو داره، باز هم نباید آمریکا به عراق حمله بکنه. در مورد ایران این جوانان امروز در جنبش تسخیر وال استریت اصلا قبول ندارن. میگن ایران دارای حق داره که انرژی اتمی داشته باشه، انرژی داشته باشه، حق داره اون انرژی داشته، ولی کوچکترین ما مدرکی نداریم که کشور ایران صاحب بمب اتمیه. این در مورد عراق اون زمان در مورد همین جوانان که ضد جنگ بودن بودن، نه مهم نیست اصلا صدام حسین داره، ولی ما مخالف جنگ. امروز اینا میگن که نه تنها ما مخالف جنگ، ولی ما میدونیم که جمهوری اسلامی که یک دولت، یک رژیم ارتجاعیه، با این همه ما میدونیم که این دولت، این رژیم ارتجاعی دارای سلاح اتمی نیست. بله. اگرم باشه سالهای آینده خواهد بود، حالا نیست. این خیلی برای این افراد تو کاخ سفید مخصوصا در وزارت امور خارجه آمریکا و وزارت دفاع آمریکا مسئله شده. یعنی عدم اجماع در درون اینها ریشه داره در بین مردم. مردم قبول ندارن. شما وقتی که میرید به این جوانانی که شبها مجمعه همون میمیذارن، امکان نداره یک جوانی اونجا بلند بشه بگی که من معتقدم که دولت ایران دارای تسلیحات اتمی کشتار دست زمینه. اصلا قبول نداره. شما اگر اینو بگید میخندن، اصلا میگن امکان، اصلا معتقد نیستن. در ذاتی که 9 سال قبل در مورد عراق اینجوری نبوده. هم رژیم جورج بوش به اتماع رسیده بود و هم اون شعاری که میدادن که ناحق اون صدام حسین دارای تسلیحات کشتار دست زمین نبوده، حالا همه میدونن اینو. ولی اون زمان اگر بحث میکرد در مقابل بحث میبسید میابرد. امروز در مورد ایران اینجوری نیست. در ایران مردم از جمهوری اسلامی متنفرن، ولی همون آدم هایی که از جمهوری اسلامی متنفرن، یعنی کشور ایران چه با شاه، چه بدون شاه، چه با طرفداران جمهوری اسلامی، چه بدون طرفداران جمهوری اسلامی، حق داره به عنوان یک ملت دولت صاحب انرژی اتمی باشه. این خیلی در عدم اجماع این طبقه حاکمه آمریکا نقش داره. بله. بازی کرده. بله. و مخصوصا در سال انتخابات. و الا مسلما اینها علاقه دارن که در تحلیل نهایی افکار عمومی رو کاملا آماده بکنم به اون روز مبادا. بله. یعنی بله. حمله نظامی به بله. ایران و این تبلیغات هم که شما میبینید بخش اوندهش در اون مسیره، در اون جهته که افکار عمومی رو آماده بکنم. منم میخواستم در همین موضوع با تبلیغات وسیع و دروغهای بزرگ و کوچکی که میگم. بله. حالا یه چیزی که من علاقه داشتم اضافه بکنم به این تحلیل، یعنی تحلیل از حمله احتمالی آمریکا به ایران، اینه که در تاریخ ما اطلاع داریم، تجربه داریم در تاریخ که یه عده از دولت
مردان کشورها میان یه مسئله رو مطرح میکنن، هدفشون واقعا حمله مثلا به اون کشور نیست، ولی میخوان مصرف داخلی داشته باشه. بله. ولی تا اونجا میرن که بعدا نمیتونن عقب نشینی بکنن. دقیقاً. و اون وقت میزنن، یعنی دولت ایران حالا هی تبلیغات میکنن، لفظی میکنن در مورد یار آمریکا حمله بکنه، ما این کارو میکنیم، ما تنگه هرمز رو میگیریم و دنیا را میگیریم، از خودمون دفاع میکنیم، اینا را میگن. ولی امکان داره یک زمانی به اون مرحله برسن که نتونن عقب نشینی بکنن. چند دفعه هم اتفاق افتاد خوشبختانه. بله. این در تاریخ اتفاق افتاده چندین بار. خب برعکسش هم صادقه، یعنی در مورد جنگ ایران و عراق در آخر دیدیم که خمینی، آیت الله خمینی اومد اون جام زهر رو نوشید، یعنی حاضر شد اون عرب نشینی رو بکنه و اون زریان آتش بس رو قبول بکنه. آیا این حاکمیت در داخل ایران، منظورم آیت الله خامنه‌ای، بله رژیم، آیا بلایت. اون کاریزما، اون محبوبیتی که اون زمان حتی اقل خمینی داشت اونو داره که بیاد مثلا یه حرفی بزن، یا اوباما میتونه این کارو بکنه؟ چون به مرحله از تاریخ بشر رسیدیم که امروز در آمریکا شما نمیتونید انتظار داشته باشید که اوباما بیاد حرکت هایی بکنه که شما را به یاد روزولت به اندازه. اون دوران دیگه گذشت، اون خیلی خوب بود، ولی حالا دیگه نوستالژیست، نوستالژی هست، یعنی همه یادی میکنی از اون گذشته که امکان نداره. بعضی چیزها در گذشته که اتفاق افتاده خیلی عالی بودن، خیلی خوب بودن، امروز دیگه آمریکا که رأس نظام جهانی سرمایه است، افول و ریزش و فرود خودشو میبینه در سراسر جهان، هژمونی خودشو داره از دست میده، هژمونی فرهنگی، هژمونی دیپلماتیک، هژمونی سیاسی، فقط چیزی که داره اون گستره‌ای که در دستش هست، اون ایده‌ای که میتونه و اعمال بکنه، اون نظامی زوره، جهالت زور. ولی یک زمانی آمریکا دارای هژمونی بوده، نه فقط نظامی، اقتصادی، سیاسی، هنری، فرهنگی، دیپلماتیک، اینها رو از دست داده، یکی بعد از دیگری از دست داده. یعنی دنیای امروز ما در دنیای حتی 10 سال گذشته هم نیست. بله. خیلی تغییر کرده. یعنی که ولی آمریکا ممکنه به خاطر همین فرود و ریزشی که داره بزنه به سیم آخر و یه حمله بزرگ نظامی بکنه که اون جلوه اون فرود خودشو، سقوط خودشو که همون سقوط هژمونیشه، اونو حفظ بکنه. تا اینجا که اومدیم اینها امکان داره. البته یک فاکتوری دیگه هم هست و اون هم تفاوت میکنه با 10 سال گذشته. بله.